اگه شما هم مثل من از شنیدن خبر اعدام محسن شکاری متاثر شدین، خواهش میکنم این پست تا آخر ببینید. ببینید ما باید بدونیم برای چی اینا دارن میمیرن، چرا این محسن شکاری اسمش آورده نشه. شما ببینید نکنید تمام دیتا ها رو ببینید نکنید هشتگ محسن شکاری بعد از اعدام این ایشون داره میاد بیرون، بعد از اعدام این جوون اومده بیرون. برای چی اسم این آدم رسانه‌ای نشد؟ برای چی محسن شکاری اعدام شد؟ کی اسمش تو قبل از این اعدام شنیده بود؟ کی از هشتگش استفاده کرده بود؟ وقتی رسانه‌ای نمیشه اجازه میدن اینا بکشن. اگه ما افراد رو رسانه‌ای کنیم اینا نمیتونن این کار بکنن، اینا میترسن. ما میتونیم ما هر کدوممون هر روز یه هشتگ بزنیم، اسم اینا رو هر روزانه، خواهش میکنم متحد باشیم به هشتگ زدن. شما میتونید، ما این قدرت رو داریم که بخوام. ببینید الان انقلاب دیجیتالیه، ما این شبکه‌های اجتماعی تاثیر بزرگی داره، ما میتونیم جلوی اعدام آدم‌های بی‌گناه رو بگیریم. خواهش میکنم اسم زنده ها رو هشتگ کنی. اسم زنده ها بسیاری که در معرض اعدام قرار دارن، یکی دو تا نیستن، اینا بسیار زیادن. اسمشون اینجا برداری، توی اون لینک هم از میتونید کپی کنید فایلاشون رو بردارید و زیر هر پستی که میبینید اسمشون رو منشن کنید، هم به فارسی هم به انگلیسی. اسمشون رو حتی مد به انگلیسی هم باشه به خاطر اینکه مدیا بعد ببینید، اسم مدیا هم هست، توی هر پستی که میبینید منشن کنید، هر روز اینا رو هشتگ بزنید. ما نباید اجازه بدیم افراد بی‌گناه بیشتری بمیرن. ببینید این خبر 15000 بازداشتی که داشت رسانه‌ای میشد و همینجور داشت وایرال میشد، تمام پست ها دیلیت شد، تمام سلبریتی ها اومدن اینو پست کردن، سریع متوجه شدن، تمام دنیا داشت تکون میخورد، تا اینکه ام بی سی نیوز اومد یه پستی گذاشت که توی اون پست با آقای افشین معرشی استاد تاریخ معاصر دانشگاه اوکلاهاما مصاحبه کرد و ایشون برگشت گفتش که شما توی همینجا میتونید ببینید. ایشون برگشتن گفتن که زمانی که اطلاعات نمیتونن تایید بشن شایعه ها به صورت پخش میشن. نه خیر آقای افشین معرشی، این شایعه نبود، شما هیچ اشاره ای به محاربه نکردید، هیچ اشاره ای به جرم افساد فعل عرض نکردید. این آقای افشین معرشی کی؟ ایشون رئیس مؤسسه فرزانه فامیلی هستن که بالای 8 میلیون دلار تا الان به دانشگاه اوکلاهاما بخشیدن. شما این ثروت رو از کجا دارید میارید که همینجوری دونیت میکنید و بعد میرید مصاحبه میکنید با ام بی سی نیوز میگید که اینا شایعه ای بیش نیست؟ هیچ اشاره ای به محاربه و مفسد فرزانه نکرد. ایشون استاد تاریخ معاصر ایران هستن و همون تو همون تاریخ معاصر ایران گیر کردن و برگشتن گفتن که به خاطر احتمال اون اعدامیای دهه 60 بوده. نه خیر، بحث اعدام ما هیچ اشاره به نوید افتاری کردید، اشاره به این همه افرادی که جوون که دارن اینجا میمیرن کردید به جرم محاربه. اینها برگشتن گفتن که همه بازداشتی ها به جرمشون محاربه و جرم محارب اعدامی بیش نیستش. آقای افشین معرشی شما مسئول هستید. بچه ها من ازتون خواهش میکنم وقتی که این رسانه ها ببینید، این NBC نیوز رسانه میلیونیه، وقتی که اینو گذاشت تمام افراد، جاستین ترودو تو توییتش دیلیت کرد، بسیاری از خبرگزاری ها و سلبریتی ها که این پست اومدن رسانه ای کردن و داشت وایرال میشد، همه پست ها پاک شد. ولی ما باید الان رسانه ای کنیم. خواهش میکنم عزیزانی که توی ایران هستن، اگه عزیزانشون در بازداشتگاه هستن، خواهش میکنم اسمشون رو رسانه ای کنید. این کمک میکنه، برای این پست بازداشت کنید، این دوستانتون از هشتگ ها استفاده کنید. خواهش میکنم وارد صفحه من بشید، تو اینجا توی این لینک وارد بشید، توی اسامی زندانیان این لینک رو روش کلیک کنید، از اینجا شروع کنید، اسما رو اینجا قابل کپی پیست کردنه، از اینجا شروع کنید، از اون بالا اسما رو بگیرید تا این پایین، هم به فارسی هم به انگلیسی اینا رو کپی کنید و اینکه این پایین هم اسم رسانه هست اگه میخواستید و توی هر پست اینا رو منشن کنید، پیست کنید.